خودکشتن همیشه محکوم نیست. آنچه عطار را عطار کرد مرگ بود، مرگی با اراده، مرگی با اختیار. آنچه صادق را هدایت کرد مرگ بود، مرگی با اراده، مرگی با اختیار. آنچه ون گوگ را چنان ویژه نمود مرگ بود، مرگی با اراده، مرگی با اختیار. حال بشنو تو ای پیر کهنسال اسکیمو که مرامت را می ستایم، آنگاه که درمانده و عاجز شده ای و دیگر نشاط ادامه زندگی را نداری، از همه نزدیکان و دوستان و اعضای خانواده صمیمانه ودا می گویی و در آن شب سوزناک یخبندان قطبی در انتظار حیوان درنده‌ای می نشینی تا طعمه لذیذ او گردی. چه شگفت‌آور است دریافت آن صحنه دشوار، آنگاه که آن وحشی گرسنه به سویت خیز بر می دارد و تو بی مقاومت و با آرامش و میل در میان چنگ و دندانهای او فرو می روی و براحتی خود را تومه او می سازی. سخت است سخت درک راز نهفته در این قانونمندی طبیعت. سخت است سخت. تو بگو ای عقاب تیز پرواز پیر، تو ای سرور پرندگان، چه شورشی در تو برپا می شود و چه انگیزه پنهانی بیدار، آنگاه که دیگر خواهان زندگی نیستی، آنچنان از آن بالا بالاها تیز و با شتاب به سوی سنگلاخهای کشنده خیز برمیداری تا خود را به آغوش مرگ بیندازی که تو گویی لذیذترین تومت انتظارت را میکشد. بگو که چیست آن قوه بیدار شده که من مشتاق حس آنم و با شمایم ای نهنگ های عظیم و پرمهر. چه می شود شما را ای وال های زیبا؟ چه طغیانی در درونتان به جوش می آید و موج کوبندهی بر روانتان می گردد که همگی خود را دست جمعی به سوی ساحل می کشانید و با اعتصاب و عدم بازگشت به آب در بستر مرگ فرو می روید. آخر چه می خواهید بگویید؟ بلند بلند تا من هم بفهمم. وای بر من که ادعای شعور و اشرفیت دارم، اما تو باید جان دهی تا شاید من قطره‌ای دریابم. افشا کنید رازهای درون را و به نسخ کشید انگیزه ها و محرک های اعمالتان را. تو ای انسان دانا، تو ای اسکیموی کهنسال، تو ای عقاب تیز پرواز و تویان ای نهنگ های بی آزار. تا بر منی که ناظر و تماشاگر این چرخ دورانم، کوچک تنشی برای اندیشه و تفکر باشد و شاید از خود بپرسم، آنگاه که من هم پیرزنی تکیده و عجوزهی بیش نباشم که تنها زندگی نباتی از من باز مانده باشد و چند نفری صبح تا شام برای مراقبت و نگهداری من اسیر و گرفتار بوده باشند، آیا نمیخواهم که مانند آن اسکیموی کهنسال باشم؟ و یا آنگاه که معلولی قطع نخا از ناحیه گردن باشم که مانند لشی روی تخت بیمارستان، نه بهتر بگویم مرگستان، بیفتد و روزانه شاهد نگاه های ترحم‌آمیز و تهوع آور ملاقات کننده هایم گردم که با جعبه های شیرینی در دست
برای صدقه سریهای بچه هایشان دور سرم گرد می آیند، آیا نمی خواهم که مانند آن عقاب با پروازی تیز خود را به سنگ لاخا بکوبم؟ و آنگاه که من هم در دریای ظلم و بیداد و تجاوز بشر بر مبنای جهالت و تحجر گوتور می شوم که او برای اثبات من خیش جهانی را به آلودگی تام می کشاند، آیا نمی تواند خودکشی دست جمعی به سان والهای عظیم الجثه نشانه ای از اعتراض و مبارزه باشد؟ و یا آنگاه که زندگی بی‌معنا می گردد و خود را به سان اسب عصاری می بینم که روز و شب به گرد سنگ آسیابی می چرخم بی آنکه از نقش خود آگاه باشم و عزیزانم را در عین نزدیکی فرسنگ ها از خود دور می بینم، آیا نمی خواهم در جایگاه ون گوخ باشم؟ با این حقایق است که من خود را با این پرسش عمیق روبرو می بینم که آیا مرگ آزاد و با اختیار نمی تواند گاه بسیار شیرین باشد؟